در پی طوفان‌های اخیر و جاری شدن سیل در اتریش، مسلمانان این کشور با باز کردن مساجد خود به عنوان پناهگاه و توزیع کمک‌های امدادی، همبستگی خود را با آسیب دیدگان نشان دادند. به گزارشی که همکارم در این اقدام نیکوی مسلمانان اتریش تهیه نموده، توجه فرمایید. پس از بارش‌های شدید و وقوع سیلاب‌های گسترده در مناطق مختلف اتریش، به ویژه وین و برخی دیگر از مناطق، مجامع مسلمان با احساس مسئولیت در کمک به انسان‌های هم‌نوع که برگرفته از آموزه‌های دین مبین اسلام می‌باشد، اقدام به کمک رسانی به مردم کردند. به گزارش خبرگزاری اخبار شیعه، فدراسیون اسلامی در وین IFW و سازمان کمک رسانی بین المللی حسنه با همکاری یکدیگر برنامه جامع را برای حمایت از آسیب دیدگان این بحران طبیعی سازماندهی کردند. این ابتکار شامل تأمین مسکن و غذا در مساجد مختلف اتریش است. افرادی که به دلیل سیل خانه های خود را از دست داده یا قادر به بازگشت به محل زندگی خود نیستند، می توانند از پناهگاه ها و کالاهای ضروری در مساجد بهره مند شوند. سخنگوی فدراسیون اسلامی در وین IFW اعلام کرد: مساجد ما به روی هر کسی که به کمک نیاز دارد باز است و ما آماده ایم تا به بهترین نحو به آسیب دیدگان خدمت کنیم. در آموزه‌های اسلامی، مساجد به عنوان پناهگاه‌های مهم در شرایط بحرانی شناخته می‌شوند و اقدام اخیر مسلمانان اتریش نشان دهنده همبستگی عمیق مسلمانان با سایر اقشار جامعه است. گفتنی است که سازمان‌هایی مانند حسنه در گذشته نیز در مواقع بحران به سرعت وارد عمل شده و کمک‌های لازم را به آسیب دیدگان ارائه دادند. در کنار تلاش‌های جامعه مسلمانان، نیروهای امدادی مانند آتش‌نشانی و صلیب سرخ نیز در حال انجام عملیات تخلیه و کمک به آسیب دیدگان هستند. این اقدامات نشان دهنده یکپارچگی و همبستگی در برابر بلایای طبیعی است و اهمیت تعاون اجتماعی و همزیستی مسالمت‌آمیز را در زمان‌های سخت و طاقت فرسا برجسته می‌کند. همراه هستیم با آقای دکتر آرش هنرور شجاعی، دین‌پژوه و فعال و تحلیلگر سیاسی از هانوفر آلمان. سلام، وقتتون بخیر. آقای دکتر شجاعی، با توجه به اقدام مسلمانان اتریش در باز کردن مساجد برای سیل‌زدگان، چگونه میتوان از این تجربه به عنوان الگویی برای همبستگی اجتماعی در جوامع دیگر استفاده کرد؟ زمان سلام و عرض ادب و احترام خدمت شما و دستندرکاران و گردانندگان این شبکه وزین و این برنامه گرانقدر و همه بینندگان و شنوندگان عزیز. من فکر میکنم که باید روی این نقطه تاکید کرد که لازمه یک همچین رفتار همدلانه میان مسلمانان و غیر مسلمانان این شرایطی که مسلمین در اتریش دارند هم هست. معمولا به خاطر اینکه کمتر اخباری از مسلمانان و جوامع اسلامی اتریش در فضای فارسی زبان منتشر شده، شاید بینندگان عزیز آشنا نباشند با این موضوع که در اتریش حالا درسته که مثلا قانون منع مناره ها و پخش اذان ها وجود داره، ولی در عین حال مسلمانان جمعیت ها و جماعت هاشون در اتریش رسمیت قانونی داره، از سوی دولت به عنوان اشخاص حقوقی شخصیت به رسمیت شناخته میشن و در 2014 یک قانون حمایت از مسلمانان و قانون اجرای اسلام اجرا شد، تصویب شد که در 2015 قطعی شد و ما 5 تا جماعت بزرگ اسلامی ثبت شده در اتریش داریم و مساجد متعدد و یکی از اینها خودش 60 مسجد داره که مربوط به ترک ها هست و ولو 8% بیشتر از جمعیت اتریش مسلمان نیستند، اما اینها توانستند که به خاطر قانونمند بودنشون کاملا رسمیت در جامعه اتریش داشته باشد و به خاطر همین هم کاملا رفتارهای اسلامیشون به رسمیت شناخته میشه، قدر دانسته میشه و آزادانه تعامل باشون میشه. شاید اگر همین راههای قانونی رو که مسلمانان اتریش با زحمت طی کردن و این رسمیتی که برای خودشون ایجاد کردن و برای نهادهاشون ایجاد کردن دیگران هم در کشورهای اروپایی دیگر انجام بدند، خیلی خوب بتونن از این الگوی
بهره‌مند بشند. بله، سپاسگزارم از شما دکتر آرش هنرور شجاعی، دین پژوه و فعال و تحلیلگر سیاسی از هانوفر آلمان.